سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم توی این ویدیو یه کاری بکنیم که شاید تا الان نکرده باشیم توی این کانال، و اون اینه که میخوام یه انتقال تجربه داشته باشم از مسیری که توی فیلمسازی داشتم، توی بحث سینما، توی بحث موزیک ویدیو اینا تجربه کسب کردم. میخوام اینو به شما منتقل بکنم و خوشحال میشم تا آخر این ویدیو با من باشید تا بهتون بگم که قراره با هم دیگه چیکار انجام بدیم. بریم بیایم تا اینکه بیشتر در مورد برنامه‌مون صحبت بکنیم. خب بچه‌ها، ما توی این برنامه میخوایم دوره هم دیگه یه فیلم بسازیم. فقط میخوایم با یه سری از ترفندهایی که شاید به شخص مثلا توی این 10 سال خودم به دست آورده باشم، این تجربه ها رو بتونیم یه فیلم خوب بسازیم با تمام اطلاعاتی که دارید و تجربه‌ای که من در اختیارتون میذارم و با کمترین تجهیزات، کمترین هزینه، به صورت خیلی لو باجت این کار رو انجام بدیم با هم دیگه و قراره توی چند برنامه جلو بریم. اول از همه ببینیم که چیا احتیاج داریم، وقتی که اونا رو تهیه کردیم، وقتی که ذهنمون آماده شد و داستانمون رو به دست آوردیم، بریم برای ساخت فیلم که ببینیم چقدر برای این کار باید زحمت بکشیم، چقدر تایم بذاریم. اینا رو حالا بعداً براتون توضیح میدیم و بریم که شروع بکنیم برنامه‌مون رو تا ببینیم که چیا احتیاج داریم. اول از همه فیلم کوتاه چیه و چه ویژگی‌هایی داره؟ ببینید، از نظر من چیزی که من تجربه کسب کردم و چیزی که توی این سالها به دست آوردم این بوده که فیلم کوتاه دقیقا مثل یک جوک میمونه. حالا شاید فیلم‌های دیگه هم اینجوری باشه، ولی فیلم کوتاه دقیقا مثل یک جوکی میمونه که مثلا من تعریفش میکنم، یکی دیگه تعریفش میکنه، ولی خب اونی که بهتر از همه بتونه تعریفش کنه خنده بیشتری میگیره، توجه بیشتری میگیره. و دقیقا بحث فیلم کوتاه هم همینه. شاید خیلی ایده ها، خیلی داستان ها یکی باشه، یکسان باشه، همه حرف ها یه حرف باشه، ولی خب چیزی که خیلی مهمه طرز بیان اون حرفه. مثلا ببینید، شما وقتی یک جوک رو خیلی خوب میتونی تعریف بکنی که همه رو از اول جوک بذاری تو تعلیق، همه فکر بکنن که خب الان قراره چی بشه، آخرش قراره چی بشه، و در آخر با یه بشکن، با مثلا یه جمله و یا یه کلمه جوری همه رو بخندونی که همه بگن وای عجب جوکی بود، چه چیز خفنی بود، چه چیز باحالی بود. و فیلم کوتاه هم دقیقا همین کار رو میکنه. شاید خیلی حالا بیان بگن که این قضیه اشتباهه، ولی نه، به نظر من فیلمی که شما رو نگه داره پای فیلم و تا آخر فیلم بکشونه و آخر فیلم یه جواب خوب بهتون بده، یه چیزی که واقعا تهش بگی که آه چیز باحالی بود، به نظر من اون فیلم موفق شده. و برای موفق شدن توی ساخت فیلم شما باید قصه گوی خوبی باشید. پس چی مهمه الان اینجا؟ چیزی که ما توی جلسه اول یاد گرفتیم توی این ورکشاپ، چندین قسمت برنامه بسازیم، بعدش این برنامه ها بشه یک فیلم، یک فیلمی که توی جریان همین برنامه ها قرار ساخته بشه، تجربه رو بتونم براتون منتقل کنم. ببینید، نه تدوین نه کارگردانی اینا رو فعلا الان جلو نمیبریم، به این دلیل که به نظر من مهمترین اصل توی فیلم ساختن اینی که قصه گو باشید، بتونید یک قصه رو تعریف کنید، هر چند تکراری، هر چند کلیشه. خب طرز بیان کردن، طرز گفتن شما، جوری که شما به این قضیه تعلیق میدید، اون قضیه رو متمایز میکنه از تعریفهای دیگه، از داستانهای دیگه. و این نکته اولیه که باید در نظر داشته باشیم. توی این برنامه اول بهتون گفتم و خب قراره که چندین تا برنامه بسازیم تا آخر اینها به یک فیلم منتهی بشه. وقتی که فیلم رو با هم دیگه دیدیم و تولیدش رو با هم دیگه مشاهده کردیم، میفهمیم که فیلمسازی یعنی چی.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگه این برنامه رو دوست داشتید لایک یادتون نره، سابسکرایب حتما بکنید و اینکه مراقب خودتون باشید. روز خوبی داشته باشید. فعلا.